همچنان پرونده آوارگان عراقی در این کشور لاینحل باقی مانده است آوارگانی که در نتیجه یورش گروه تروریستی داعش در جوان سال 2014 میلادی از خانه و کاشانه خود بیرون رانده شدند بدون شک اگر هرچه سریعتر فکر و چاره برای این افراد بیگناه از سوی مسئولان مربوط صورت نگیرد فاجعه ای انسانی رو خواهد داد که جبران خسارت های آن غیر ممکن خواهد بود گزارش همکارم علی اکبری رو با هم میبینیم با بازگشت شمار زیادی از آوارگان پس از پایان عملیات نظامی علیه سنیهای های تندروی در سال 2017 میلادی اما هنوز هم ده هزار آوار در اردوگاه ها و کمپ ها باقی ماندن و با اوضاع نابسامان خدمات رسانی و معیشتی دست به گریبان هستند. این در حالی است که شمار قابل توجهی از آوارگان که به شهرهای خود بازگشتند در نتیجه نابودی منازل در حلبی آبادهایی سکونت دارند که از پیش پا افتاده ترین خدمات محروم است. در این میان گام های دولت های متوالی عراق از سال 2017 میلادی برای تعامل با این پرونده انسانی بسیار کند بوده و پرونده های دیگر در اولویت آنها قرار داشته است. همچنین بنا به دلایل امنیتی و سیاسی و حتی فراهم نبودن اوضاع مناسب معیشتی به خصوص نبود فرصت کاری برای آوارگان بازگشته همه منجر به بسته نشدن این پرونده سرشار از درد و رنج شده است اکنون 26 اردوگاه در اقلیم کردستان باقی مانده که بنا به دلایلی نظیر مشکلات امنیتی اقتصادی پرداخت قرامت، بازگشت داوطلبانه و وجود مشکلات قبیله ای هنوز چاره ای برای حل مشکلات آنان یافت نشده و آوارگان اکنون در این هوای به شدت سرد در چادر و با امکانات بسیار اندک روزگار می و دولت فدرال باید با همکاری دولت محلی اقلیم کردستان اقدامات عاجل و جدی برای حل مشکلات آوارگان در اردوگاه ها اتخاذ کند. عراق طی سالهای 2017 تا 2021 میلادی 172 اردوگاه آوارگان را بسته است. دولت الکازمی از زمان روی کار آمدن پنجاه اردوگاه را بسته و اکنون در تلاش است تا اردوگاه الجدعه را که آخرین کمپ در خارج از اقلیم کردستان است ببندد. اردوگاه الجدعه یکی از پنج اردوگاهی است که در استان نینوا به هنگام عملیات نظامی علیه گروه تروریستی داعش ایجاد شده است.